آغاز به خاطر بعضی از احصایه ها و اسناد و مواثیق من مجبور هستم که برای بار اول در صحبت خود با شما یک مقداری به نوشته و صفحه و کاغذ هم اعتماد میکنم و بسم الله الرحمن الرحیم. نخستین دولت اسلامی بعد از هجرت پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نخستین دولت اسلامی بعد از هجرت پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه 1428 سال قبل از امروز به حساب هجری قمری و در اوایل قرن هفتم میلادی یعنی 624 میلادی در مدینه منوره غرب جزیره العرب تأسیس گردید. زعامت سیاسی و دینی در سه قرن اول اسلامی با تفاوت درجات از هم جدا نبوده، رئیس دولت اسلامی ممثل هر دو زعامت دینی و سیاسی محسوب می‌گردید و لقب امیرالمؤمنین هر دو ناحیه زعامت را افاده می‌نمود. انقسام سیاسی دولت اسلامی و جدایی زعامت دینی و سیاسی بیشتر در قرن چهارم هجری تبارز نمود و برای بار اول سه خلافت اسلامی یعنی خلافت عباسی در بغداد، خلافت فاطمی در مصر و خلافت اموی در اندلس زعامت سیاسی اسلامی را منقسم ساخت و بغداد به حیث چهارراه ثقافت‌های مختلف و مکه مکرمه و مدینه منوره، دمشق و قاهره، زیتونه و قیروان در تونس امروز. قیروان اصلا معرب کلمه فارسی کاروان است، کاروان قیروان شده که فعلا باعث یک مرکز بسیار معروف علمی در تونس واقع است. قرویین در فاس المغرب، غرناطه، اشبیلیه و قرطبه در اندلس. در اندلس فعلا هم این مراکز به غرناطه به نام گرانادا، سویلیا و کوردوبه در اندلسیا در اسپانیا معروف است و همچنان بخارا و سمرقند، تبریز، شیراز، بلخ، غزنی و هرات، قونیه و استانبول مراکز بزرگ علمی و ثقافتی در علوم و معارف اسلامی، فلسفه، تصوف، ادب، فلک، طب و ریاضیات شناخته شدند و امامان مذاهب فقهی و علوم تفسیر و حدیث و فرقه های مربوط به عقاید و پیشوایان تصوف و فلسفه و دانشمندان سایر رشته ها موقعیت و مرجعیت خاصی را در میان طبقات مختلف مردم احراز نمودند و زعامت های متعدد دینی و علمی در پهلوی زعامت سیاسی و احیانا بالاتر از آن ظهور نمود.
و گاه گاه تصادم و تضادهای نیز میان سلطه سیاسی و زعامت دینی و علمی واقع شده است. و یکی از عوامل سد باب اجتهاد در ساحه توسعه و تحول افکار و احکام فقهی اسلامی همین برخورد زعامت سیاسی و دینی و مداخله سلطان در سلطه امامان و مجتهدان بود. ساحه انقسام سیاسی در دولت اسلامی و همچنان پهنای انتشار اسلام و تشکیل دولت‌های اسلامی در طول تاریخ اسلام رو به توسعه بوده، نفوس مسلمان‌ها از حدود 120 هزار نفر در اولین دولت اسلامی در حیات حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به 1400 میلیون یا بیشتر از آن میرسد و خمس نفوس بشری جهان را مسلمان ها تشکیل می نمایند. 60 کشور اسلامی ساحه وسیع شامل 3 قاره جهان قدیم آسیا، افریقا، اروپا را از جزایر اندونزی و سواحل اقیانوس آرام در شرق تا جزایر رأس اخضر در مقابل سینگال و المغرب و موریتانیا و سواحل اقیانوس اطلس در غرب و کوههای اورال و سایبیریا در شمال و موزمبیق در جنوب با مساحت 40 میلیون کیلومتر مربع احتوا می نماید. اهمیت استراتژیک کشورهای اسلامی از لحاظ موقعیت عالم اسلام در قلب جهان و باز بودن آن به تمام اقیانوس‌ها و بحرها و همچنان اهمیت اقتصادی جهان اسلام از نظر زراعت و معادن نقش کشورهای اسلامی را در نظام سیاسی و اقتصادی جهان نهایت مهم می سازد. چنان که از 10 کشور اول دارای احتیاطی پترول جهان 6 کشور آن کشورهای اسلامی است. این 6 کشور عبارتند از عربستان سعودی، عراق، ایران، کویت، امارات عربی متحد و لیبیا و 4 کشور دیگر البته عبارتند از امریکا، اتحاد شوروی سابق، مکزیک و ونزوئلا. علاوه بر 60 کشور اسلامی در 3 قاره جهان میلیون ها مسلمان دیگر در سایر نقاط جهان به حیث اقلیت‌های اسلامی در کشورهای غیر اسلامی زندگی می‌کنند و به این صورت هیچ قاره و هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که در آن تعداد از نفوس مسلمان وجود نداشته باشند. در تصنیف جوامع اسلامی در عرف علما و نویسندگان فقط 2 اصطلاح وجود دارد، یکی کشورها یا دولت‌های اسلامی و دیگر اقلیت‌های اسلامی.